همه از دیدار صلح در بغداد ما بین من و رئیس جمهور عراق و اطلاعیه رسمی اون اطلاع دارند و میدونند که من در اون دیدار هم از طرف مقاومت عادلانه مردم ایران تصریح کردن که البته ما هنگامی که قوای عراقی تو خاکمون بودن با اونها جنگیدیم، اما از روزی که عراق در اواخر بهار سال 61، یعنی 4 سال قبل از این که من به اینجا بیام و با ایشون ملاقات بکنم، مؤکدن و مکررن صلح خواهی خودش رو اعلام کرد و به خصوص وقتی که بیانیه صلح رو با ما امضا کرد و به ترتیبی گفتم طرح صلح ما رو پذیرفت، قویاً بر اون بوده و هستیم که هیچ موجبی برای ادامه جنگ باقی نمونده سال هاست و لذا از اون به بعد جنگ دیگه جنگ رژیم خمینی با عراق، نه جنگ مردم ایران با کشور همسایه‌شون. مردم ایران جنگی ندارن، جنگ خمینی میخواد، تنها طرفی است که خواستار ادامه‌شه. ما از اول اعلام کردیم تا خمینی هست جنگ و اختناق هم هست و خمینی جز در شرایط ضعف مطلق، شرایط استیصال مطلق تن به صلح نخواهد داد. از اینجا میشه به نقش تاریخ ساز شعار صلح که همیشه نسب العین شورای ملی مقاومت ایران بوده راه برد، فهمید. شعاری که البته برای مطرح کردنش، شعار صلح برای پیش بردنش، برای گسترش دادنش در داخل و در خارج، در سطح بین‌المللی، برای اثبات این که بابا صلح حقه، صلح در دسترسه، خمینی جنگ میخواد، باهای خیلی گزافی پرداختیم. بذاریم بی مبالغه بگم مصیبت ها کشیدیم و خون جگر ها خوردیم، خیلی برچسب رو تحمل کردیم تا این طلسم جنگ رو در هم بشکنه. آخه با همین طلسم خمینی راه آزادی و راه زندگی مردم رو سد کرد. در همین نقطه بود که میان بازها، استحالگرها، اونایی که به داخل رژیم چشم دوختن، اونایی که فکر میکنن که از این امامزاده خیری برمیاد، ملیگراهای پوشالی، اونایی که دلپیچه وطن گرفته بودند، بقایای این سلطنت مدفون و خیلی از چپنماها در برابر این سیاست انقلابی صلح ما به انحاء طرق برای این تنور جنگ خمینی هیزم شکنی میکرد. در همین جهت و درست رو در روی مقاومت، رو در روی مقاومت مسلحانه انقلابی، خیلی از این بلندگوها و رسانه‌های استعماری هم که منفعت داشتن تو ادامه جنگ ایران عراق، اونا که زیر بمبارون نیستن، اونا که جوانشون کشته نباید بشه، بله همین ها اون هیزمکش ها برای تنور جنگ خمینی رو علیه ما همراه می‌کردن، هم نوایی می‌کردن. این مقاومت قبل از هر چیز مرزهای تاریخی خودش رو با این ارتجاع و با بورژوازی استثمارگر، چه تو اشکال سنتی، چه حتی تو اشکال چپ نمایانش، در تظاهرات و رگه‌های چپ نمایانش، این مقاومت مرزهاش رو اول با اینا جدا کرده. یک چنان ارتجاع و چنان بورژوازی چپاولگری که هیچ وقت تو طول تاریخ معاصر جرأت نداشته، جسارت نداشته خودش رو تام و تمام از جنگ‌های غیر عادلانه جدا بکنه. خب همینه دیگه، هیزم کشی میکنه دیگه، تنور جنگ رو میتابه، چون که جرأت نداشته خودش رو از این جنگ های غیر عادلانه که عرضه میشن تو پوشش های ملی وطنی جدا بکنه. اما این مقاومت انقلابی، مقاومتی که رزمندگانش رو میبینید و میشناسید، زنده هاش رو یا شاهدش، از نظر تاریخی به لحاظ ایدئولوژیک خیلی خالص‌تر، خیلی مردمگراتر و جسورتر از این بود که بیاد تو چنین دامی گرفتار بشه. این دام رو خمینی درست کرده بود برای برخورداری از جسارت طلسم شکنی و بن‌بست شکنی. البته که فرد و سازمان میباید خودشون رو پاک و پاکیزه بکنن از نظر ایدئولوژیک، میباید در اندیشه و در عملشون و در ایدئولوژیشون هر عنصری از اون ارتجاع و استثمار و
و طبقات استثمارگر هست، اونو پاک کنن، بزداین، زوب کنن تا بتونن این راه رو برن. اگر قرار است این تلسم شکنی ها رو بکنیم و راه رو در آینده هم همچنان ادامه بدیم، میباید که ابتدا در درون خودمون انقلاب میکردیم و خالص و خالصتر میشدیم از هر عنصر چپاولگرانه و استثمارگرانه، ارتجاعی و بورژوایی. گفته بودیم که خمینی مظهر همه عقب ماندگی ها، مظهر همه رسوبات جاهلی و فوران عفونت مستتر در لابلای همه لایه‌های زیرین تاریخ و جامعه ماست. اما آیا تمام تاریخ و هویت ملی و میهنی ما همینه و به خمینی ختم میشه؟ هرگز، ابدا. خمینی و رژیمش و فرهنگش و چه میرنده و رو به احتضار این تاریخ و این میهنه.